خب به اینجا چند ساله هستی؟ صنف چند مکتب هستی خودت؟ 10 ساله هستم، صنف 4. صنف 4 مکتب. دوست عزیز، ما امروز بعض از سوالای آماده ساختیم در برنامه که میخواییم از بهین جان پرسان کنیم و سوالات هست که در مورد تمام جهان است و بهین جان بر ما اینجا جواب میده و یک استعداد بسیار خوب داره که امروز شما خود دیدین و بهین جان امروی ما است که مریم جان ازتون سوال اول پرسان میکنیم بیم جواب میدن یعنی؟ بله، شما هم خوش آمدین دکتر سر. سلامت باشین، سلام خدمت شما مریم جان، همکارتان و خوشحال هستم، تشکر از اینکه دعوت کردین. بله، به هیچ چی تو یاد گرفته خبر معلومات را؟ جالبی بود که زمانی که نه به حساب چارغوک میکرد، اما گلاس های هرکس خود خواهر مختلف میباشد. ایده بود سن که بود گلاس های هرکس در پیشویش میمان، بر ما جالب بود. باز استاستا مثلا صنف کیجی به حساب وقتی بود اعداد سه خانه ای را که ما برش میگفتیم، مثلا 246 246 چند است، فقط هم تک چرت میزد، باز اما تو میگفت جوابش کی بسار بر ما جالب بود. آستاستا دیدیم که یک کمک در موبایل تو مصروف از دیگه تفلا گیم میزنه و یه به حساب چی که یک روز در مورد یک کشور معلومات میتا، یک روز در مورد یک کشور معلومات میتا. جالبی است که یک برادرم کتاب در مورد این پارلمان های جهان نشته کرده. یک روز برادرم آمدم در مورد کتاب خود گپ میزد، کلی گپ هایش میگفت. جالبی بر ما جالب، گفتم چطور؟ گفت ما ولی این از کتاب کاکایم خواندیم مسائله. چه جالب. نادیا خودت که چارغوک میکردی یادت است که چه استعداد داشتی؟ یادم نیست مریم جان. کاش که کل اطفال که فعلا در افغانستان هستند خود بهین جان و تو با استعداد باشن. مگم فکر نمیکردم تو یگان نابغه پیدا میشه دیگه. اونم یگان نابغه پیدا شدن که چقدر اختراعات و اکتشافات کردن. خب بهین جان بگو بر ما که علاقت به درسای مکتب چی رقم است؟ کدام مضامین زیاد خوش داری؟ مضامین فیزیک و ریاضی و کیمیا یا اینکه مضامین ساینسی را دوست داری؟ مضامین ساینسی را زیادتر دوست دارم. چرا؟ از خاطر آسان تر است؟ نه خیلی، دو اکسرسایز ها و اکتیویتی های استک. ریاضی را خوش نداری؟ دارم. داری؟ اولین اطفال است. دیدی اولین کودک است که من دیدیم ریاضی را دوست دارم. کلگی از ریاضی میترسه، مریم جان هم میترسه. نه من لایق بودم در ریاضی، لایق بودم دیگه. خب بریم به طرف سوالات. بهین جان بگو به ما که از لحاظ مساحت 10 کشوری که بزرگ هستند در جهان و چی برتری ها دارن؟ فعلا مقام اول را روسیه دارد. این کشور بسیار زیاد سرسیر بوده، نفوذ زیادتر دارد، بسیار زیاد دارد. این کشور بعد از امریکا ابرقدرت می باشد، در نیروی نظامی بسیار زیاد برقدرت است. و مقام دوم را کانادا دارد. کانادا نفوذش نظر به روسیه کمتر است، این کشور هم سرسیر بوده و این کشور بسیار زیاد بزرگ است بعد از روسیه. مقام سوم را چین داره. چین پر نفوذ ترین کشور جهان است، در تکنولوژی و تولید موتر بسیار زیاد پیشرفت کرده. مقام چهارم را امریکا دارد که این کشور ابرقدرت است، در نیروی هسته ای مقام اول داره و 50 ایالت تقسیم شده. مقام پنجم را برزیل داره. برزیل بعد از چین، هندوستان و امریکا مقام چهارم را در نفوذ داره. این کشور بسیار زیاد پر نفوذ است و در امریکای جنوبی موقعیت دارد. مقام هفتم را استرالیا دارد که دارای یک کشور بزرگ است، نفوذ کمتر دارد و از ویروس کرونا کم زیاد به خاطر نفوذش کمتر بود. مقام هشتم را آرژانتین دارد، این کشور در امریکای جنوبی موقعیت دارد. این کشور دو تا از بازیکنان مشهور فوتبال از این کشور است، میسی و مارادونا. مارادونا چند قبل فوت کرد ولی بسیار زیاد طرفدار داشت. مقام نهم را قزاقستان داره، این کشور نزدیک افغانستان است و همراه دو کشور بزرگ جهان مانند چین و روسیه هم سایه است. مقام دوم هم را مقام دوم را این دارد که این کشور بعد از چین بسیار زیاد پر نفوذ است و از ویروس کرونا بسیار زیاد ضرر دید. آفرین آفرین بهین، چطور قدر یاد گرفتی؟ اینکه معلومات مریم جان داد که جغرافیه را سر ما تو بخی گدوت ساخت. چطور یاد گرفته بهین قدر معلومات و یکی خب یادش نرفته؟ بر ما این بسیار جالب بود از همین خاطر، یعنی یک موضوع را که یک دفعه ببینه اونمون در ذهنش اک از دیگه بیسا همیشه در ذهنش می باشه و همی مثلا دیگه تفلا هست مثلا گیم می زنه دیگه تفلا هم دارن؟ بله، چهار سه تفلا که دیگه هم دارن بازو خورترک هستن. خب این اگه استعداد
پدر کلانش میگه این استعداد خارق العاده داره و ما یگان از خودش مذاق میکنه پدر من به حساب از دیگه سیاره آمدیم حتما با این استعداد که داره در مکتب اول نمره است چرا که در وقتای امتحان حتما درس که میخونه اطفال دیگر ببینیم از یاد کده میرن از یاد کمی و بعد از امتحان که پس میبرای نمون گپا کلوش از یادش میره مگم از بهینجان شاید در یادش باشه دیگه ما با طفلای دیگه هم بسیار تو معلومه گرفتیم بسیار کسی درس میخوانن یا در مکتب مثلا یا تو ضرورت بیست که کس کمکش کنه ولی ای تو زنفچار یک روز نور در کتاب برمک پدری امی موضوعی ما چی رقم هست میره چی رقم بخونم مثلا یا با وجود اکسم شاره چندین کتاب های انگلیسی و ساینس ادامه بتین دیگه سوالات هم اگه شما اجازه بتین بله خب بر ما ده کشور پولدار جهان بگو که به لحاظ آیده سرانه کدام کشور بهترین و برترین کشور هستن کام اول را قطر داره دوم مکونه داره سوم لکسمبورگ داره و مقام چهارم سنگاپور داره مقام پنجم ایرلند داره مقام ششم بحرین داره الاسلام داره مقام هفتم نروژ داره مقام هشتم ایالات متحده عرب مقام نهم سوئیسلند داره و مقام دهم هنگ کنگ بله بریم به جغرافیا مضمون جغرافیا مساحت مصر میفهمی چقدر است 1,245,000 آفرین و کوچکترین کشور در آسیا کدام کشور است در ریپابلیک آف مالدیو و در جهان ونتیکا سیتی بسیار عالی پس بزرگترین حکومت جهان کدام حکومت است؟ حکومت بریتش بود که 35 میلیون کیلومتر مساحت داشت آفرین جوابت کاملا درست است خودتا باید روان کنیم در برنامه رو در رو کت قسیم جان سعیست؟ خب بزرگترین ایالت امریکا کدام است؟ آلاسکا بسیار زیبا است ایالت امریکا در سابق مربوط حکومت روس میشد ولی امریکا از خرید و از بخاطر که ای ایالت زیاد نفت داشت امریکا از بسیار زیاد از ایالت فایده کرد بله خب غریب ترین کشور جهان کدام کشور است؟ بوراندی است در افریقای جنوبی موقعیت داره خب رفتی کدام وقت اینجا؟ نه نرفتی؟ نام خدا فرین معلومات داری جوابایت هم درست است پس بگو که اولین بار در مریخ کدام کشور ربات روان کرد؟ روسیه بود که در سال 1997 ششم جولای ولی ربات چوچه بود در بند سنگ بند مد ولی امریکا چند وقت پیش یک ربات دیگر روان کرد که این ربات بسیار زد قوی بود هلیکوپتر هم داشت و سیومین کشور که بیرقش برای ساعت مریخ نش خورد چین بود و چند هفته پیش چند هفته پیش دومین کشور بود دیگه نه نادیا هم خوش زیاد دوستار داشت که مرام روان کنین که تزمین دومین ربات چون نرفتی نادیا خانواده دیگه از خاطر شیشتمه میجه پیش تو تنامی مانی خب کدام کشور زیادترین کشتر در جنگ جهانی دوم داشت به اینجا؟ روسیه روسیه یا به او وقت به نام حکومت شوروی یاد میشد جالب است و به اینجا بسیار تشکر که آمدی و بامداد خب واقعا به ما جالب بود که معلومات چطور خودت یاد گرفتی پیام چی است؟ پیام ما به دوستا و همسنفیا و تمام کودکایی است که همیشه باید کوشش نماین هیچ وقت ناامید نشن اگر ناامید شون هیچ وقت به هدفشان نمیرسن یعنی میتونن مثل تو باشن دیگه بله اکلاگی نابغه است اگر خودشان بفهمن هیچ کس تنبل نیست اما گی نابغه است اگر خودشان به خود ایمان داشته باشن اگر او میتونن از دست نتن دگام درس بخونن میتونن به کشور ما را آیندهش بسیار زیاد خوب بسازن کشور ما را نه تمام جهان چیکار میخوای شوی بهین من هم میخوام که فکر نکردی؟ بخوای فکر کن دقیق روی موضوع خب با این معلوماتی که خودت داری هر کاره میتونی شوی و اگر همه تو ادامه بتی با امی استعداد و توانایی پیش بری تشکر که آمدی به برنامه شما تشکر سلامت باش برگشتیم قسمی که گفتم ما یک مهمان کوچک داریم ولی گپای بسیار بزرگ بزرگی مهمان کوچک ما یاد داره حتی چند نظر با شعیر شیشتم ما گفتم پس از این ما شاگرد شعیر خواد شدم به خاطر از این که بتارم ریاضی را خوبتر و بهتر نزد شعیر یاد بگیرم نمیفهم که شعیر جان ما ریاضی را در کجا یاد گرفته با ایسونه خورده که داره اما تو با دقت کامل به طرفم میبینه شعیر جان سلام صبحت بخیر زنده باش بسیار خوش آمدی چطور هستی؟ خوب بیخی خوب هستی؟ روز بخیر آغاز کردی؟ بله بله شاید شما فکر کنین که امروز چرا ما در بخش نگین
یک مهمان دعوت کردیم. ما مهمانای دیگر هم داشتیم ولی توانایی که شعیر داشت خواستیم که نمی توانایی را بتانیم که خوبتر و بهتر در این برنامه تبارز بتیم و به شما نشان بتیم که شعیر چه توانایی داره. شعیر جان میگن در ریاضی خبر شدم که بسیار دست بالا داری. سلام به شما، سلام به کارمندان تلویزیون جهانی طلوع. احمشه صبری هستم، متعلم صنف سوم در یکی از مکاتب خصوصی شهر کابل. بله، من ریاضی را یاد گرفتم. در کجا یاد گرفتی شهر جان؟ من امروی خود کار میکردم، شوق و علاقه من امروی ریاضی بود. باز کی اول فهمید که خودت قدر در ریاضی ماشاءالله استعداد داری، خوب کار میکنی؟ مادر جان. مادرت فهمید؟ بله. چطور فهمید هم استعدادت و چطور فهمید که شعیر قدر نام خدا استعداد داره؟ من یک روز در موبایل مادرم تلفن گرفته بود و ممی ضربه کار میکردم. خواه اینا بر من قصه کن باز. مادر جان چطور فهمید خودت ضربه در تلفنش کار میکردی؟ بله. خواه هر طفل میگرد موبایل با ضرب و جمع و تقسیم و ایگه پاره کار میکنه. بله. باز چطور فهمید که خودت قدر لایق هستی در ضربی ها؟ در پشت من ساش دید که من میره کار میکنم سهی جا برای من بعد از به قدر جانم کرد. خودت اتار ندیده بودی مادر جان تا که در پشت سرت ساده است؟ نه. ندیده بودی؟ قصه و سادت هم به من میکنی که از پیشت سوال میکرد؟ ریاضی که میخواندی پیشش؟ نه خیر، من امروی استاد خود کمک میکردم در بعض مزامین. خودت استادت کمک میکردی؟ در کدام مزامین؟ مثلا در مزامین ساینسی پشتو دیم استادت کمک میکردی؟ سنفی های دیگه خب بیخی دیگه واد بودن کتت، نه؟ بله. امروید بودن. شما یک عدد بگوین همکارا که ما ببینم که توانایی شعیر چقدر است. باش که اینجا بر من یک ماشین حساب آوردن. 25 ضرب چند کنیم؟ هر چقدر که بگویم نه میشه دیگه نه؟ 25 ضرب 250. صحیح؟ 6250 میشه. بله. نه؟ خب اینی تواناییش است که مستقیم میگه. یکی دیگه هم میریم 70 انی 70 ضرب 456. باش که 6 بیاد بگوین. 31920. 31920. اینه مستقیم برات میگم اونطور که نیاز بر از این نیست که حساب بکنه و چیز پیشش باشه. چقدر جالب است و چطوری را در ذهن دفتن میایه ای عدد؟ امروی خود کار میکنم زود دزه. امی دفتن کار میکنی؟ از ماشین حساب که در خودت زود حساب میکنی؟ بله. باش که من کمک همطور به تشویش هستم. یک عدد دیگه هم میگم. 80. شما حساب کنین. ضرب 299. بگوین. 23920. اینه. 23920. اگر شما میخواین که موبایل هایتان پیشتان بگیرین، یک ماشین حساب پیشتان بگیرین، امی لحظه زنگ بزنین بر ما هر عددی که میگین و شعیر امینجا شیشته مستقیم پیش از ماشین برتان جواب میده، پیش از ماشین حساب. بریم یک عدد دیگر هم بگویم. یک عدد شما بگوین. بگوین یک عدد برام. 44 ضرب 555. 24420. 24420.
مدل مس ماشین حساب با نام اینه 24420. شاید واقعا من تو چی میگن یک رقم حیرت زده شدم، شنیده بودم تبارت ولی نمیفهمیدم اینقدر زود سریع جواب بیتی. چطور وقتی که مثلا یاداده که میشنوی چطور باز در ذهن تمام تو دفتن جمع میکنی را با این قدر زودی با این قدر مهارت؟ شیر جان کم اسپند بیارین برام که شیر اسپند کنیم که یک تعداد شما زننده می باشن که شیر ما را خدای نخواسته کسی چشم نکنه یکی از استعدادهای خوب ما هستن. من گفتم شیر ما خرد است ولی یک عالم گپ داره. شیر جان شیر نمیگی راز بر ما؟ ما خودم در ذهن خود حل میکنم و خودم هم نمیفهمم. خودت در ذهن حل میکنی؟ بله. خودت هم نمیفهمی؟ بله. که چطور حل میکنی؟ مدل مست ماشین حساب بانم دیگه، بر ماشین حساب ضرورت نیست. در خانه دیگه کس ماشین حساب و موبایل یا حساب نمیکنه نه؟ یک عدد که برات بگن وقت خودت بر پیش از ماشین حساب جوابشان میتی؟ بله. ها؟ بله. این استعداد است و ما دنبال همچون استعدادهای نازنین هستیم که میتونین شما معرفی بکنین. دیروز درباره شعر همکارایم بسیار گفتن و گفتم که باشین که شعر جان پیدا بکنم. تقسیم هم میتونی شعر جان؟ بله. خب بین بگوین شما کارا یک چیز برام. 2980 تقسیم 1-0-2. باش یک لحظه ببخشین که دوباره بگوین پس امورا که من چی کدم ایجا از پیشم اشتباه شد ماشین کار نکد. بگوین عدده 2980 تقسیم 1-0-2 بگوین 58.22. اینه 58.22. بله. و اونجا میتونین که شما ببینین. خب دیگه چی کنیم کت شعیر؟ شعیر جانه باز ما میخواییم که یک چیز دیگه را بر ما یک عدد مایک تا میگه دست نزنین. خب شعیر جان 60 ضرب 666. 60 ضرب 666. 39,960. بله 39,960. دیده میشه نمیشه اینا؟ شما میتونین که تماس بگیرین، شما میتونین که تماس بگیرین و هر آن سوالی که دارین سوال ریاضی میتونین که شما از شعیر جان بپرسین. شعیر جان دیگه کدام مضامین زیاد لایق هستی؟ مضامین ساینسی دینی و بسیار خوش دارم که سیرت النبی را بخونم. بخونی؟ بله. بله و اینقدر نام خدای استعداد داری شاگرد قبول نمیکنی ما را؟ شاگرد قبول نمی کنی؟ در خانه هم همینطور کم گپ می زنی؟ شعیر جان؟ امروز کم گپ می زنی در خانه؟ بله. بله. بیا کمی از تقسیم اوقات درسیت بر ما بگو شعیر جان. که تقسیم اوقات درسیت چگونه تنظیم کردی؟ چطور درسایت هم می خوانی؟ من سه ماه زمستان استفاده میگیرم و کل درسای بهار من در سه ماه زمستان خلاص میکنم و کل متامین ما. یک سوال از دوستایم گفتن که تکثر زوجی از تکثر غیر زوجی چی فرق داره؟ این یک وقت ما هم در مکتب خوانده بودیم. چرا؟ تکثر زوجی از تکثر غیر زوجی چی فرق داره؟ چی رو میگه تکثر زوجی؟ سوال ساینسی است. گفتین در ساینس هم میتونم چیزایی را بگویم نه؟ صنف چند است؟ صنفش؟ صنفش به یادم نیست به خدا میاله.
ی سوال صنف پنج می باشم ما تا بول صنف چهار میرم ای درس ها را نخوندم خود تا درس های تا صنف چهار خوندی دیگر و بخیر دیگر ای سال صنف پنج میشی؟ نه صنف چهار صنف سه بودم چهار میشم سه را خلاص کردی چهار میشی دیگر خب یک سوال دیگر یکی از بیننده های ما میال کردن سلام تقدیمت کردن گفتن شیر جان سلام بگوین و گفتم باش سلام از اونام بگویم گفته در کدام مرحله زندگی امو انسان قدش رشد میکنه و امو نمای بیشتر میکنه قدش گفته اگام تا بلند میشه زیاد ورزش کردن اینه در ورزش کردن میگه ورزش که آدم بکنه در درسویت کی کمکت میکنه شیر جان در درسه ما در مزامین انگلیسی برادر بزرگم است که عالم از پرده تلویزیون ما را تماشا میکنه خوارم است خوارم است مادر جانم را در درسه کمک میکنه اونا کمک میکنن خب یک بیننده ما کمیال میبینه اونا هم تماس گرفتن بر همکارای ما و یک سوال اونا هم دارن میشه که بگوین کدام عدد گفته؟ 569 ضرب 786 چند میشه شیر جان؟ سیخانی ضرب سیخانی را کرده نمیتونم سیخانی ضرب دخوا دو خانه ای را ضرب سه خانه ای میتونیم دو خانه ای میگم برات سیز نو باش یک لحظه نو دو نو ضرب دو خانه ای را ضرب سه خانه ای که شما میکنن ششصد و نو دو نو این بگوی نو دو نو ضرب ششصد نو دو نو نو دو نو ضرب 699 آفرینت بیا که یک بغل تام کنم ناله سعیز همونتو ماوتو باز بخیز که ناله یک بغل تام کنم آفرینت این یک ماچ هم میگیرم بخاطر از اینکه بسیار با استعداد هستی ماشالله یک وقفه میگیریم دوباره برمیگیریم